بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على أعدائهم أجمعين. خیلی جلسه شیرین و مطلوبی است برای من این جلسه، به مناسبت اینکه فعالان این جلسه، سخنگویان این جلسه، شاخصهای این جلسه همون عناصری هستند که بنده چشم و امیدم به اونهاست برای آینده این کشور و آینده این انقلاب، یعنی جوانان پر انگیزه و مؤمن. خوشبختانه در اظهاراتی که شماها کردید من نشانه های عمق و ژرف نگری رو مشاهده کردم، یعنی دیدم حرفهای برخواسته از یک فکر و خردورزی و عقلانیت. این خیلی برای ما مهمه، برای من خیلی مهمه که ببینم جوانهای ما فکر میکنن و از روی فکر و تدقیق حرف میزنن. و بسیاری از این مطالبی هم که گفته شد مورد قبول منه. حالا من فعلا دارم در مورد مسائل شما عزیزان جوان مدال آور حرف میزنم، راجع به عزیزان والیبالیست هم انشاءالله بعد چند کلمه عرض خواهم کرد. شماها اولا تشکر میکنم من از اینکه مدال هاتون رو لطف کردید به من اهدا کردید، که البته این اهدای به شخص نیست، من کاملا توجه دارم، این اهدای به یک نماده، به یک نظامه، به یک حقیقته، در واقع یک حقیقتی رو تصور کردید، شما دارید تأیید میکنید اون حقیقت رو با اهدای مدال ها. من البته تشکر میکنم این هدیه با ارزش و بسیار مهم رو از شما عزیزان میپذیرم، بعد هم مدال ها رو بر میگردونم، دلم میخواد اینها رو شما ها نگه دارید، داشته باشید، پیش خودتون باشه، ما به افتخار کردن شما افتخار میکنیم، به سرفرازی شما سرفراز میشیم، اینه شما بدونید. در هر عرصه ای، در هر میدانی که جوانهای ما امروز خودی نشان بدند و سربلند باشند، کشور سربلند میشه، نظام سربلند میشه، علاقمندان به نظام سربلند میشن، اونهایی که برای تشکیل این نظام کاری کردن، زحمتی کشیدن، تلاشی کردن، عمری گذروندن، سربلند میشن. سربلندی شما مایه سربلندی ملت و همه ما هاست. اون دو سه نکته کوتاه رو من فقط عرض میکنم. اولا مطالبی رو که شما گفتید، اون چیزی که توش پیشنهادی باشه یا یک دقت نظر فکری باشه که بود در بین این صحبت ها، اونا رو ما انشالله دنبال میکنیم، هم پیشنهادها رو هم اون دقت های مورد نظر شما رو. به کسانی اگر باید سفارش کنیم، دستور بدیم، این کار رو حتما میکنیم انشاءالله. یعنی گفته های شما، اظهارات شما، نوشته های شما بی پاسخ نمیمونه به امید خدا. دو سه نکته رو عرض میکنم. یکی این که راه نخبگی یک راه بی انتهاست. اینجور نیستش که ما بگیم این جوان از لحاظ فکری ذهنی نخبه است، حالا هم یه مدال گرفت و قضیه تمام شد. نه، این مدال یکی از
نشانه های حرکت شما در یک مسیر، مسیر نخبگانی، مسیر تلاشی که برخواسته از یک ظرفیت و استعداد و توانایی خاص. در این مسیر باید شما حرکت کنید، باید تلاش کنید. خب وقتی که به مدال میرسید نشان دهنده این است که در این مسیر مقداری پیشرفت کردید. باید این پیشرفت رو ادامه بدید. باید کار کنید، تلاش کنید، فکر کنید در هر رشته ای که هستید. نگذارید که این ظرفیت و استعداد در همین حد تمام بشه و در واقع سر این چشمه جوشان گرفته بشه. نگذارید این کار اتفاق بیفته. من عقیدم اینه که توان انسان، ظرفیت انسان، همه انسان‌ها، حتی غیر نخبه‌ها، یه ظرفیت فوق‌العاده است. منتها یکی ممکنه در یک جنبه زندگی ظرفیت بی‌پایانی داشته باشه، دیگری در جنبه دیگری، اما همه این ظرفیت‌ها رو دارن. مجموعه ظرفیت‌ها رو داره. این ظرفیت‌ها بی‌پایانه. نگذارید که وسط راه بمانید و ادامه ندید کار رو، راه رو. ما خیلی هنوز کار داریم عزیزان من، خیلی کار داریم. ببینید، ما یک روزی در تاریخ از لحاظ دانش ملی و عمومی سرآمد بودیم در دنیا، یه روزگاری اینجور بود. بعد یواش یواش یه تنزلی پیدا شد. این تنزل خیلی جایی ایراد و اشکال نیست. خب کشورها، ملت‌ها، تمدن‌ها بالا و پایین رفتن، فراز و فرود دارند. نمیشه توقع داشت. یه وقت تنزل میکنن، یه وقت پیش میرن. لکن در این یکی دو قرن اخیر که پای خارجی‌ها و اعمال سیاست‌های اونها در کشور باز شده، انسان احساس می‌کنه این تنزل و این عقب رفت دیگه یک امر طبیعی نیست. این عقب رفت تحمیل شده به ما. من نمی‌دونم شما چقدر علاقه دارید، دوست دارید تاریخ رو بدونید. توصیه‌ام اینه که حتماً با لااقل تاریخ این یکی دو قرن اخیر آشنا بشید. حقایق زیادی برای شما روشن خواهد شد. ما را عقب نگه داشتند به معنای واقعی کلمه. در دوران حکومت قاجار یه جور، در دوران حکومت پهلوی یه جور دیگه. ما عقب نگه داشته شد. استعداد ایرانی از متوسط استعداد جهانی بالاتره. این رو امروز من یه وقتی سالها پیش اینو میگفتم، بعضی ها احساس میکردم که تردید دارن. امروز این حرف در دنیا داره تکرار میشه و گفته میشه که استعداد ایرانی استعداد بالاتر. ما بنابراین عقب نگه داشتیم، عقب موندیم. دنیا پیش رفته، دانش بشری پیش رفت. ما هنوز نتوانستیم با همه تحرکی که بعد از انقلاب به خصوص در این حدود 20 سال اخیر پیش آمده، که تحرک علمی خیلی خوب شده و کارهای زیادی انجام گرفته، هنوز نتوانستیم مرزهای دانش رو جلو ببریم، مرزهای فناوری رو جلو ببریم. نتونستیم هنوز. این کار رو باید بکنیم. کی باید بکنه؟ غیر از شماها کی باید بکنه؟ شما، نسل شما و نسل بعد از شما کسانی هستید که بایستی شما تولید کنید، بسازید. امروز مسئله تلاش ما ادامه موفقیت آمیز در راهی است که دیگران اون راه رو باز کردن. ما امروز در نانو مثلا جزو 5-6 کشور اول دنیا هستیم، در این شکی نیست. اما نانو رو کی کشف کرد؟ این مهمه. من میخوام شما ده ها، صد ها نانو کشف کنید. مایلم
صدها دهها پدیده‌های علمی زیست فناوری رو کشف کنه. دنیا خیلی بزرگه، عالم طبیعت خیلی دارای عمقه، خیلی چیزها برای کشف کردن وجود داره که ما کشف نکردیم. کما اینکه هزاران سال این نیروی برق در دنیا بود، در طبیعت بود، انسان‌ها کشف نکرده بودن اون رو، بعد کشف کردن. امروز ممکنه میلیون‌ها پدیده که در زندگی بشر تأثیر داره مثل نیروی برق در طبیعت وجود داره که اینا کشف نشده است. باید اینا کشف بشه. کشف کنید اینا رو، دنبال کنید، پیشرفت کنید. این احتیاج داره به اینکه این جوهر نخبگی در شما تعالی پیدا کنه، این متوقف نباید بشه. پس من رو بر این توصیه اول من اینه، شما نخبه اید، عزیزید و ارجمندید به خاطر نخبگیتون، در این هیچ تردیدی نیست. حالا گیرم به قول اون جوان عزیزمون قدر ندونند و به نخبگی شما اهمیت ندن، ولی خب نخبه اید شما بدون شک. اما این معناش این نیستش که راه شما همینجا تمام شد، یعنی بنابراین شما دیگه احتیاج به این که بیشتر تلاش کنید ندارید، خب نخبه هستید. نه نه خیر، بایستی تلاش کنید، باید کار کنید، باید بر ظرفیت وجودی خودتون بیفزایید. در همه رشته ها ما این نیاز رو داریم و باید پیش بریم. این توصیه اول، ادامه حرکت و ادامه کار. مسئله دوم اینه که شما اگر بخواهید برای کشورتون به معنای واقعی کلمه مفید باشید، باید نگاه انقلابی، نگاه نگرش انقلاب بنیانی که مبتنی بر تفکر اسلامی است، این نگاه رو باید در خودتون حفظ کنید و تقویت کنید. امروز خوشبختانه میبینم که شما اون چیزی که در حرفاتون احساس میشه، این نگاه در شما هست. این رو هرچی میتوانید تقویت کنید. بصیرت که بنده روش این همه تکیه کردم و بحث کردم به خاطر همینه. اگر چنانچه ما این نگاه انقلابی رو دنبال نکنیم، عقب خواهیم موند، پیشرفت ما متوقف خواهد شد. اگر پیشرفتی هم در اشخاص ما و افراد ما به وجود بیاد، به سود کشور نخواهد بود. کما اینکه در گذشته در دوران طاغوت همین جور بود، اون روز هم ما نخبگانی داشتیم، اما این نخبه ها به کار کشور نمی آمدن. حالا علاوه بر اینکه ظرفیت ها بروز نمی کرد، استعداد ها بروز و ظهور نمی کرد، اون مقدار اندکی هم که بروز می کرد به نفع دیگران تمام می شد، در خدمت دیگران قرار می گرفت. فکر انقلابی، نگاه انقلابی رو حتما در خودتون تقویت کنید، حفظ کنید و توکل به خدا رو و استمداد از پروردگار رو هم فراموش نکنید. این توصیه مؤکد منه. خداوند توفیق میده. البته قرآن به ما میگه هر کس تلاش کنه خدا کمکش میکنه. کلن نومد دو. یعنی کمک خدا صرفاً مال مؤمنین نیست. حتی اون کسانی هم که برای دنیا دارن کار میکنن، اونها رو هم خدای متعال وقتی تلاش بکنن، به خاطر تلاششون کمک میکنه. کلن نومد دو. ها اولائه و ها اولا. این هست. اما کمک‌های ویژه الهی مال مؤمنینه. اونجایی که کسی با خدا ارتباط داره، دلهای شما دلهای پاکیزه است. شما جوانید، دلهاتون پاکیزه است. ارتباط شما با خدای متعال و توکل شما به خدای متعال و استمداد شما از خدای متعال به شما کمک میکنه که بتوانید بهتر پیش برید، راحتتر مشکلات رو پشت سر بگذارید و امیدوارانه تر با مشکلات دست و پنجه نرم کنید و پیش برید. این هم این نکته بسیار مهمی است. و این ارتباط قلبی با خدا رو که من همیشه توصیه میکنم به جوانها و به شما هم توصیه میکنم، از راه اجتناب از گناه، در درجه اول اجتناب از گناه
و توجه به دل، آشنایی دل با خدای متعال، توجه به نماز، توجه به ذکر، اینها توصیه های حتمی ماست به شما که انشالله به شما کمک میکنه و شما رو در این راه پیش میبره و امیدواریم که خداوند به شما توفیق بده. بله، من هم حتما دعا میکنم شما رو، حتما دعا میکنم و امیدوارم که دعای من هم درباره شما ها مستجاب بشه. شما ها فرزندان این کشور، نور چشمان این کشور هستید و انشالله چشم کشور به شما روشن خواهد شد. در مورد جوانهای والیبالیست ما، ورزشکارهای ما که خب واقعا بنده رو خوشحال میکنن، حالا گفتن فلانی در والیبال وارده، نه من ورودی ندارم، فقط بچگی ها تو کوچه والیبال بازی میکردیم، همین اندازه. و دوره جوانی و اینا مجال و فرصت بازی کردن واقعا نبود برای ما، ولی دوست میداشتیم. اما وسط کوچه نخ میبستیم، آرزوی تور واقعی داشتیم که گیرمون نمیامد، نخ میبستیم و والیبال بازی میکردیم. والیبال بازی خیلی خوبیه، بازی خیلی خوبیه، یعنی واقعا بازی جزء بازی های بسیار خوب. حالا من نمیخوام اسم از بازی های دیگه بیارم که اهانت به چیزی نشه، اما به هر حال والیبال خیلی خوب. خب الحمدلله جوانهای ما توانستن افتخار بیافرینن، اونم کجا، تو کدوم کشور، هم تو که ایشون گفت اونجایی که البته مردمش با ما خیلی خوبن، اونجا مردمش طرفدار شمان، دوستدار شمان، برای شما هم کف میزنن، هم صلوات میفرستن، از این کارا میکنن. متو حکومتشون خب بله بدن. اونجا رفتید شما در قله والیبال جهان ایستادید، این خیلی چیز با ارزشیه و مردم خوشحال شدن و بنده هم خودم خوشحال شدم، هم از خوشحالی مردم خوشحال شدم. از هر دو جهت از شما تشکر کردم، بازم تشکر میکنم، انشالله موفق باشید. این یه نکته. نکته دوم این نکته ایست که این برادر عزیزمون، عزیز جوان عزیزمون گفتن، در ذهن منم بود، با اون سرمربی ایرانیست. من همیشه اعتقادم این بوده، یه وقتی هم برای فوتبال یه سرمربی ایرانی بود، آمدن پیش من تشکر کردم از اینکه یه سرمربی ایرانی گذاشته شد. واقعا هم عقیدم اینه. من حالا نمیخوام اینجا وارد نمیشم تو این مسائل، یعنی کارهای اجرایی مربوط به مسئولین خودشه، بنده دخالتی نمیکنم که بگم این کار بشه این کار نشه، اما واقعا معتقدم که شایسته است برای کشور ما که در ورزش سرمربی های باشگاه ها، فدراسیون ها و مجموعه ها ایرانی باشن و هیچ واقعا لزومی نداره. بعضی ها بی خودی احساس لزوم میکنن و میخوان این رو اثبات کنن، بنده برام کتم نمیره که این واقعا یه چیز لازمیه. نه نه، از اینکه الحمدلله سرمربی ایرانی و اینا توانستن این جوان ها رو به اینجا برسونن، من خیلی خوشحال هستم. انشالله موفق باشید، پیشرفت کنید و اون موارد مطرح شده رو هم من بررسی میکنم دیگه، میدم به دفتر که بررسی کنن ببینن چه کار ما باید انجام بدیم. شما که اسم سربازی میارید فوراً اینا میگن سرباز، یعنی همه، در حالی که واقعا اگر یه جمع نخبه اینجوری برن تو محیط سربازی و اصلا یه تحول تو محیط نیروهای مسلح ما به وجود میارن، یعنی واقعا وجود اینا خیلی مغتنمه. البته اینم باز به معنی قضاوتی نیست، نمیخوایم قضاوت کنیم، انشالله که خدا، نه چند ماهی اینا، بیشتر که نمیرن، انشالله که خدا من همشون رو موفق بداره
و معید بداره. امروز برای من روز خیلی خوبی بود، دیدار شماها دیدار بسیار شیرینی بود برای من و امیدوارم که خداوند کمک کنه. و این هم جالب بود که این خانم محترم مدال آور بچه کوچولوش هم به خودش آورده و الحمدلله پیداست که میشه با داشتن همسر و فرزند و اینها مدال آورد. این کار بنابراین ممکنه. اینکه بعضیا فکر میکنن که نمیشه این کارا رو کرد، نه، اینجور نیست، میشه. خدا من ان شاء الله همتون رو موفق بداره و السلام علیکم و رحمت الله.